فرمان مالتی لاین. از فرمان مالتی لاین برای ترسیم خطوط مرکب استفاده میشه. خطوط مرکب خطوطی هستند که از دو یا چند خط موازی تشکیل شدن. روش های اجرای فرمان مالتی لاین: روش اول از طریق نوامنای بازسوی درا هست. روی نوامنای بازسوی درا اینجا کلیک چپ میکنیم، ببینید اینجا فرمان مالتی لاین رو میبینید، با کلیک چپ کردن میتونیم فرمان رو اجرا کنیم. روش دوم از طریق نوار ابزار درا هست. اینجا میبینید در نوار ابزار درا آیکون فرمان مالتی لاین وجود نداره، میتونیم اون رو سفارشی کنیم و اینجا قرار بدیم. و روش سوم از طریق خط فرمان، زبان انگلیسی باشه حتما، حروف ML رو که معرف فرمان مالتی لاین هست در خط فرمان تایپ میکنیم و با فشردن کلید انتر میتونیم فرمان رو اجرا کنیم. و روش چهارم که در واقع استفاده از سربرگ هوم پنل یا گروه درا هست، اینجا همونطور که میبینید در بین این آیکون ها آیکون مالتی لاین قرار نداره و میتونیم اینجا این گروه درا رو سفارشی کنیم و آیکون مالتی لاین رو اینجا قرار بدیم. من کلید اسکیپ رو اینجا میفشارم، در خط فرمان حروف ML رو تایپ میکنیم و کلید انتر رو میفشاریم. من در قسمت مثال‌های پایه‌ای و کاربردی براتون برای مالتی لاین اومدم این مثال حل کردم. در این قسمت فقط یک توضیح به زیر مجموعه اون میخوام بپردازم. ببینید بعد از اینکه ML رو در خط فرمان تایپ کردیم، فهرست پیشنهادی مالتی لاین رو به ما پیشنهاد داد. در خط فرمان اینجا ما داریم میبینیم که برای ما نوشته شده current setting. current یعنی جاری، setting یعنی تنظیمات. جاستیفیکیشن نوشته تاپ. با استفاده از زیر مجموعه جاستیفیکیشن میتونیم چگونگی همترازی خطوط موازی رو در سه حالت بالا، وسط و پایین مشخص کنیم. با استفاده از زیر مجموعه اسکیل که اینجا عدد 20 رو داره، میتونیم فاصله بین خطوط بالا و پایین رو مشخص کنیم. و با استفاده از استایل میتونیم یک سبکی رو ایجاد کنیم. کلید اسکیپ رو اینجا براتون میفشارم. اینجا گفته specify start point. در یه نقطه مثل اینجا کلیک چپ میکنم، ببینید الان برای ما اومده یک خط مرکب رو ایجاد کرده، ولی به دلیل اینکه بزرگ نمایی درست نیست ما اون رو نمیبینیم. من در یه نقطه دیگه مثل اینجا کلیک چپ میکنم و با فشردن کلید انتر از فرمان خارج میشم. برای اینکه این خط مرکب رو ببینم، گفتم در سمت راست روی زوم اکستند کلیک چپ میکنیم از نویگیشن، میتونیم در واقع اینجا ما این خط مرکب رو ببینیم. چرا فاصله این خط مرکب به این قسمت خط مرکب ماست؟ من دارم اینجا کلیک چپ میکنم براتون، ببینید خط مرکبه. چرا این فاصله اینقدر زیاده؟ من F2 رو میزنم. اینجا اگر ملاحظه کرده باشین، گفتیم که در اسکیل که با استفاده از این زیر مجموعه میتونستیم فاصله بین خط بالا یا پایین مرکب رو تعیین کنیم، اینجا الان این فاصله چقدره؟ این فاصله عدد 20. اگر این رو بیایم براش مثلا عدد 1 یا 2 تعریف کنیم، این خطوط به هم نزدیکتر میشن. برای دیوار 20 سانتی بر اساس مقیاس 1/100 عدد 2/10 رو تعیین میکنیم. پس اسکیل خیلی مهمه. جاستیفیکیشن هم برای همترازی بود. کلید اسکیل و صف کلید رو میفشاریم و روی کلوز در تکست ویندو کلیک چپ میکنم.